با بهترین درودها بر شما همراهان و هممیهنان عزیز در همه جای جهان با دفتر دیگری از بردمه های خبری تحلیلی کاوشی خواهیم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها منتشر در روزنامه های اصلی و پرشمارگان ایران به روال معمول همه شبها مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب موج جدیدی از حجمه های همه جانبه علیه هاشمی رفسنجانی با آتشباری روزنامه های تون روی نزدیک به رهبری ایران از جمله کیهان وطن امروز و روزنامه جوان همچنان کماکان رایزنی های سران سقوه در ایران برای حل بحران رد صلاحیت های گسترده نامزد ها با نشست سه جانبه دو برادر از یک تبار علی لاریجانی و صادق آملی لاریجانی از یک سو و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیگر اوجگیری جدال های جناهی انتخاباتی و قوقا در دو سوی قطب قدرت ایران با درخواست رد صلاحیت شخص هاشمی رفسنجانی از یک سو و مانور مه بر اعضای خاندان خمینی در سوی دیگر همچنین در عرصه منطقی تازه هایی از منازعات و مذاکرات موسوم به نشست صلح سوریه در ژنو و حاله از ابهام و ایهام و بیم و در عرصه خبرهای ای بالاخره تعیین نامزد نهایی جمهوری خواهان آمریکا با انتخاب تد کروز سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه شنبه 13 بهمن ماه ایرانی برابر با دوم فوریه سال 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما هم عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع خبرها و نظرها همچون همه شب با ما باشید و بنش به خانه باز خواهیم گشت با درودی دوباره محضر یکایک شما خوبان و همرهان ایران فردا رسانه های چاپی و روزنامه های تهران این روزها به تناسب افزایش رقابت های انتخاباتی در واقع مهمترین محل منازعات نوشتاری و خانش های سیاسی خاصه خود هستند در روزنامه های امروز شاهد موج جدیدی از جدال های جناهی بعضا با الفاظ زننده تون رکیگ و حتی بعضا تماما تهاجمی علیه شخص هاشمی رفسنجانی بودیم که نخست به عناوین برخی از این روزنامه ها مروری کوتاه خواهیم داشت تا ببینیم و دریابیم که چگونه در مسیر سخت ستیز قدرت در لایه‌های های روی شاخک های نظامی از یک سو و کاست روحانیون اینگونه گونه مرزها دریده شد و میزان رقابت نقطه جوش را نشان میدهد روزنامه کیهان با عنوان رسمیترین مؤسسه‌ی مطبوعاتی که مستقیم زیر نظر رهبری ایران کار می‌کند و عمدتاً نیز دیدگاه‌های خامنه‌ای را منعکس می‌کند اظهارات دیروز رفسنجانی در فرودگاه و پروژه‌ای از پیش طراحی شده خواند که ناکام ماند همان‌گونه که می‌بینید کیهان با ادبیاتی، اطلاعاتی، عملیاتی با رو تیتر رمزگشایی کیهان از پروژه نافرجام هاشمی با تیتری استنباطی آن را حمله به خط امام در پوشش دفاع از بیت امام خواند این گزارش اصلی کیهان که با ادبیات خصمالود نگارش شده بود ضمن توصیف عمل هاشمی به پروژه ای موسوم به فرار به جلو در بازی شکست خورده در رمزگشایی مورد ادعای خود پرده نیز کنار زد از جمله نوشت طبق اطلاعات موثق عامل اصلی نامزدی سید حسن خمینی برای انتخابات خبرگان هاشمی بود حتی به زن کیهانی ها یکی از نزدیکان سید حسن هم که در انتخابات خبرگان ثبت نام کرد و صلاحیتش احراز نشد با اصرار هاشمی وارد گود شد و تصمیمی در این زمینه نداشت خبرهای غیر رسمی بنابر ادعای کیهان هاکیز که تصمیم عدم شرکت سید حسن در آزمون علمی خبرگان چند شب پیش از آزمون در جلسه محفلی و باز هم با نظر وی گرفته شد کیهان در ادامه نوشتار بی سند و مدرک به بخشی از اظهارات زیبا کلام اشاره کرد که گویا در مصاحبه گفته بود من معتقدم سید حسن خمینی برای حضور در مجلس خبرگان توسط هاشمی ترغیب شد یعنی اگر تصمیم صرفا بر عهده ایشان بود اساسا کاندیدا نمیشد اما حضور ایشان در خبرگان به نفع آقای هاشمی بود چون با حضور ایشان آقایان روحانی علوی و چند نفر دیگر می یک هسته اعتدالی در برابر هسته رادیکال خبرگان به وجود آورند گزارش بلند کیهان در هاشمی کشی با ذکر مصادیقی از حمایت های چند سال اخیر این فقیه مغزوب نظام فقها به مسیری می رسید که می گفت کسی که باید از بیت خمینی عذرخواهی کند این هاشمی است و نه شورای نگهبان و یا در بخش دیگر با اشاره به نامه خمینی در دفاع از نهادهای نظارتی همچون شورای نگهبان صریحا رفت سنجانی را مستاق مفسدون فل ارز خوانده بود ادامه میدهیم با دیگر روزنامه ها که آن هم با مرزی از منازعات به هاشمی در واقع معطوف است تندترین و غیر مترقه ترین عنوان را رو روزنامه جوان و وطن امروز برگزید. جوان تریبون ارگان سپاه با درجه تصویری حراسامیز سیمای رفسنجانی با دو واژه نیشالود نوشت طلبکار انقلاب در فرودگاه گزارشگر سیاسی تحلیلی روزنامه جوان در بخش از این مطلب بلند با حمله همه جانبه به هاشمی رفسنجانی اشاره داشت که هاشمی با بهانه قرار دادن بدهکاری به امام در واقع یک بار دیگر از طلبکاری خودش پرده برداشت و با قیاس به نفس کردن امام رو همچون خود پنداش که برای احراز صلاحیت افراد دو نسل بعد از خود طلبکار نظام جمهوری اسلامی است و نظام باید بدهی خود را به خانواده امام بپردازد گزارش جوان با ابراز تاسف از اینکه هاشمی خود برای نامزدی در مجلس خبرگان رهبری احراز صلاحیت شده نوشته بود این بار نیز این امکان وجود داشت که رأی اکثریت شورای نگهبان از ورود هاشمی به عرصه انتخابات مانع شود و برخی شنیده ها چون این نیز از چنین اراده ای خبر میداد شک نیست که خود هاشمی هم به اندازه برخی کارگزارانش که نگرانی های خود را به فضای رسانه می نگران تایید صلاحیت خود بود و تا لحظه آخر نفس در سینه حبس کرده بود به زمین نویسنده ی ارگان نظامی سپاه پاسداران اگر چنان اتفاقی میافتاد در آن صورت سخنان دیروز هاشمی در حمله به شورای نگهبان تحت شعای شخص خودش قرار می گرفت و بنابراین نمی توانست با این مزامین باشد گزارشگر روزنامه سپاه در ادامه نوشتار بلند و نیشاکند نوشته بود که جفای بزرگ هاشمی به انقلاب و امام در فجر سی و انقلاب همان است که او برای عبور از قانون و آرمان خمینی دست نواده او را رها نمی کند تا شاید از این طریق در آخرین ریسک سیاسی و انتخاباتیش پس از پنج بار شکست انتخاباتی خانواده امام نجات غریق هاشمی باشد آیا این سخنرانی هاشمی در فرودگاه مهرآباد بایستی هنگامه فرود او از روزهای همراهی با امام و انقلاب دانست؟ که این نوع در واقع تهدید آشکاری است که پیشتر نیز اشاره کرده بودند که محتمل است که هاشمی را نیز به حس بکشانند یا سرنوشت منتظری مبتلا کنند ادامه میدهم در زل سوم این نزاع تازه انتخاباتی روزنامه وطن امروز نزدیک به محافل تندروی فرقه مصباحیه و همینطور جمعی از مردان پیشین محمود احمدی نژاد حریف همیشگی هاشمی بدون هیچ کم و کاستی تنها با یک کلمه خواهان اعمال نظارت استثوابی بر هاشمی شد و گفت که از همینک رد صلاحیت کنید همان گونه که در صفحه یک این روزنامه می‌بینید وطن امروز با کلامی مبهم نوشت رد صلاحیت که در کاوش بر متن هدف نگارندگان این روزنامه همانو درخواست رد صلاحیت این فقیه مقهور نظام فقهاست که روز و روزگاری نچندان دور در یک خطای محاسباتی شخصی را به رهبری برکشاند و برساخت که همینک اعوان و انصار وی بر خانه بقایش میتازند برق میزنیم با دیگر روزنامه ها با گزیده گزارش ها و یادداشت ها در اردوگاه اصلاح طلبان مشی میان تری از اظهارات حاشمی پوشش داده شد تا شاید به زم خیش با ملاحظه از نشر و تیتر و عنوان و یادداشت در واقع هم حاشیه امن پیش کنند و هم فضای کنونی بیش از پیش به ضرر تتمه نیروهای تحولخواهان رقم نخورد در این میان آفتابی از روزنامه پیش رو اصلاح طلبان است که تمام نیم صفحه شماره امروز رو به این موضوع اختصاص داده با ترسیم تصویری مقموم و مقبون از هاشمی با دو واژه توصیفی به استنباط داستان حاصل پرداخت همان گونه که میبینید از وی به عنوان محبوب بی قدرت یاد کرد این روزنامه با اشاره به بخشی از اظهارات از دیروز رفسنجانی که قدرتی برای تجدید نظر در مورد رد صلاحیت ها ندارد با این عنوان صفحه بندی شد تا در صفحه بندی های سیاسی پیش روی مردم بدانند که قدرتی ندارد این روزنامه همچنین مدعی شد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد کابینه روحانی از روند هجومی به هاشمی انتقاد کرد و به نقل از وی نوشت در جای دنیا مانند ایران به سرمایه های ملی خود لطمه نمیزنند البته کلامی کلی است که فرزند آقای جنتی دبیر شورای نگهبان بر زبان آورد چرا که سالیانی است که بسیاری از فرزندان میهن دانشمندان برجسته عرصه پژوهش های جهانی و عرصه فیزیک حتی در زندان هستند که متاسفانه صدایی به حمایت از آنان بر نخواست و مشخص نیست که اصلا آنان هم از سرمایه های ملی از چشم این دولت مردان محسوب میشوند یا صرفا کاسته روحانیون است که جمعی رو سرمایه میخوانند و جمعی را ضد سرمایه ملی در هر روی ورق میزنیم و ادامه میدهیم با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب صفحه یک روزنامه قانون با انتشار تصویری معنادار به استقبال سخنان هاشمی شتافت همان گونه که خواهید دید یکی از سرداران نظامی ملبس با لباس سبز سپاهی دیده می شود که در حال بوسیدن دستان فرزند خمینی خانم زهرا مصطفی است که احتمالا یا در حال ادای احترام ویژه به فرزند خمینی است و یا از پشت پارچه و چادر دستش را میبوسد ادامه میدهم برنامه رو با دیگر مطالب برگزیده از جمله موضوعاتی که این روزها بسیار در محافل دستراستی و مخالفان برجام یا همان دلواپسان شدت و شتاب گرفت همانا مخالف خانی های جدید و گسترده نسبت به لغو تحریم ها خرید هواپیما های جدید و تنستدائی های دولت روحانی با جهان غرب است در این میان برخی از روزنامه های نزدیک به محافل اصلاح طلبان با شگفتی از این میزان مخالفت ها به واکنش های نوشتاری به دفاع از دولت در واقع برخواستند. از جمله در حالی که روزنامه اعتماد به نقل از محسن مهرلی معاون سابق رئیس جمهور به نتایج سفر رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه اشاره می کند و آن را گام دوم بعد برجام می خاند قانون نیز در یادداشتی داشتی با عنوان ساکتین تحریم ها فعالان عرصه پس از برجام با انتقاد تند از مخالفت های گروه های تند رو از بهبود روابط ایران و جهان نوشت که هرچقدر ساکت های کاغذ پاره ها در روزهای شدت گرفتن تحریم ها فشارهای شدید اقتصادی افزایش رانت خاری و فسادهای مالی و کوچکتر شدن سفره مردم سراغ کوچه علی چپ را می گرفتند این روزها گویا گرمای برجام یخ آنان را باز کرد و از هر راهی که بتوانند سعی در القای یعصان امیدی در جامعه دارند بنابر اشاره روزنامه قانون همانهایی که موجب شدند هر روز بیش از دیروزش افراد بیشتری خط فقر را رد کرده و به خیلی نیازمندان به پیبندند. حالا عقد قراردادها و تفاهم نامه های اقتصادی ایران با ایتالیا و فرانسه که در اولین سفر پس و برجام روحانی حاصل شده است را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی اند که ستون نویس قانون بدون ذکر نام البته سردار نقدی رو اشاره داشت که هفته پیش از پس از سفر حسن روحانی به پاریس و ایتالیا و عقد قراردادهای خرید هواپیما به عنوان خنجر بر پیکر اقتصاد ایران یاد کرده بود که قانون به طور مشخص به این نظامی اشاره داشت روزنامه قانون در بخش از این نوشتار با اشاره به مافیای در واقع مافیایی شدن اقتصاد ایران از سوی نظامیان پرده کوچکی از پس پشت پرده تصمیمات محافل نظامی کنار زد و اشاره کرد که علت اصلی حملات نهادهای نظامی و مخالفان علیه قراردادهای مربوط به خرید ایرباس ها ناشی از تمایل نهاد دیگر برای خرید هواپیماهای سخوی روسی است در حالی که رسانه های همسو و نهادهای خاص در روزهای مانده تا اجرایی شدن برجام بارها سعی کردند بر روی توان هواپیماهای سوخو که محصول کشور روسیه است مانور ویژه بدهند خرید ایرباس ها گویا برای آنان بسیار گران آمده است که اشارات آشکاری است بر روند مافیاوارگی و دستندازی های نهادهای موازی برای کسب سود و انباشت ثروت که در این راه برخی از سرداران نظامی سپاه از جمله سردار نقدی پیشتاز این مسیر هستند کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید در قوغای رقابت های غیر مترقبه در دوسوی قطب قدرت ایران در گوشه ای دیگر مسلس سنفری کماکان در حال رایزنی برای حل بحران رد صلاحیت های گسترده است صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی همراه با دیگر برادر خود علی لاریجانی رئیس مجلس و در سوی دیگر ماجرا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صدرنشین صفحه یک عمده روزنامه امروز با همین موضوع بودند. البته نکته و مطلب خاصی حول نتیجه و جمعبندی نشست منتشر نشد و روزنامه ها سعی کردند که با مباحث پس از برجامی و فواید پس از برجام با این رویداد برخورد کنند و عبور کنند این در حالی است که در تازه ترین اظهار موضع نسبت به ورود شخص روحانی رئیس جمهوری ایران به ماجراهای بررسی صلاحیت ها علی متحری نماینده تهران در واکنش به برخی از تندخویی ها گفت که برخی تندروها انتقاد می کنند که رئیس جمهور نباید در مقوله تایید صلاحیت ورود کند در حالی که طبق قانون رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است و این از وظایف قانونی و اختیارات آقای روحانی است که از حقوق مردم دفاع کند بنابراین طبق قانون انتقادات تندروها به عمل کرد رئیس جمهوری وارد نیست علی متحری در گفتگوی که با روزنامه وقایع اتفاقیه داشت گفت که شواهد نشان می دهد تا حدی سخت گیری های شورای نگهبان کمتر شده است ولی تا آخر هفته و اعلام نتایج نهایی این شورا نمی توانیم تحلیل درست و واقعی از نتایج تایید صلاحیت ها داشته باشیم ایشان با بیان اینکه موضوع تایید صلاحیتم از سوی مراجع نزدیک به شورای نگهبان به من اعلام شد اشاره کرد البته هنوز خبر رسمی در این باره به من ابلاغ نشده است ولی بی تردید رای زنی های رئیس جمهور و بزرگان در تایید صلاحیت های بیشتر و بازگرداندن رد صلاحیت شدگان بی تأثیر نیست همچنان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با کاوش و خانشی و روزنامه های منتشر در ایران که عمدتا با مطالب انتخاباتی سفارایی شدن و به از یک نواختی مطلبم بدین روی اصخاهی میکنم در واقع روزنامه اعتماد گزارش اصلی شماره امروز رو به عنوان قرار انتخاباتی اصلاح طلبان به یک نشست خاص اختصاص داد که حضور برخی از چهره های ناهمگون به لحاظ سیاسی جای توجه داشت البته این روزنامه خود به عنوان گعده اوغلا کشید که این ناهمگونی رو به نوعی به مودت و نزدیکی لایه های میان روی تیف های سیاسی ایران پیوند بزند بر اساس گزارش اعتماد اشخاصی همچون علی لاریجانی، محقق قدامات سید مهدی تبا طب ابو ترابی و دعایی در این نشست گعده اغلا حضور داشتند که گویی یا به بحانه رونمایی از یک کتاب فقهی در عرصه سیاست برگزار شده بود البته بر اساس گزارش های منتشره بیشماری علی لاریجانی دیریست که پس از شاید دیدن تنخویی های بیشمار دوستان راست افراطی پارلمان نشینش میل به میانه کرده و در چرخشی آشکار گاه به اصلاح طلبان و گاه نیز به اعتدالیون میچرخد و با این گروه ها هم نشینی و هم آغوشی ها میکند ادامه میده هم با سایر روزنامه روزنامه شرق نگاهی دیگر به رد صلاحیت ها و انتخابات اخیر انداخت و به طبعات اقتصادی انتخابات پیش روی اشاره کرد شرق در صفحه نخست شماره امروز بخش های از اظهارات تند هاشمی را پوشش داده بود البته با این عنوان که افکار عمومی کمتر از ما اشتباه میکند سفارایی شد همزمان از اعزام فرستاده ویژه بیت رهبری ایران به مسکو نوشت که علی اکبر ولایتی با عنوان مشاور بین المللی رهبری ایران در کاخ کرملین حضور یافت البته هنوز از جزئیات این سفر در آستانه انتخابات پیش روی ایران و همینطور مذاکرات صلح سوریه در ژنو نکات تازه تری به بیرون درز نکرده اما همه نشانه ها از ویژه بودن این سفر و مسافرش و خاص بودن موقعیت سیاست در حال حاضر نیز هم نظر بودند اما واکاوی و تحلیل اقتصادی انتخابات ایران از منظر مهمان اقتصادی شرق با انتشار نامه از سوی محسن رنانی استاد دانشگاه و اقتصاددان برجسته هشدار داده شده بود که انتخابات دو قطبی و عدم مشارکت شهروندان می تواند به رکود عمیق در ایران منجر شود به گزارش روزنامه شرق در نامه که از سوی رنانی منتشر شد از جمله اشاره شد که نگران بودم که این انتخابات به یک بی جدید در فضای سیاسی ایران بیانجامد که اگر چنین شود این بیثباتی به فضای اقتصادی کشور منتقل خواهد شد در وقت باقی مانده با یک یادداشت کوتاه از روزنامه ابتکار تا زمانی که وقت است البته بسنده کردن به متوسط عنوان سرما... سرمقاله اصلی روزنامه ابتکار بود که به قلم مهدی نیاکی در شماره امروز ابتکار در صفحه یک منتشر شد نویسنده در بخش از این نوشتار با اشاره به خصلت خوی ایرانیان و در واقع فضای کنونی سیاست ایران که هر لحظه از سوی تندروها تنگتر می شود و بستهتر می شود نوشته بود برای نسلی که می خواهد بر مدار قانون و محور اخلاق زیست کند هیچ راهی جز استفاده از امکانات اندک و تلاش برای دستیابی به مطلوب های ممکن نیست سخن از تحریم راندن و دولتیان را آماج مطالبات حد اکثری قرار دادن و همه چیز را نمایش و بازی خواندن و همگان را به چوب نمایشگری و بازیگری و بد اهدی راندن راه به جایی نمی برد سهل است که بیم مسدود شدن همین دریچه های کوچک نیز در آن درج است باید به متوسط ها بسنده کنیم ما ملت همه یا هیچیم ملت صفر و صد در فراز و نشیبهای تاریخی می بیاموزیم که جهان عرصه تحقق مطلوبهای مطلق نیست باید به ممکنها و متوسطها بسنده کنیم و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت همیشگی از محضر شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از جمله آن سوی خبر که با آخرین و تازه ترین گزارش ها از چهار گوشه جهان بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی دگروار با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود